ببخشید آقا، یه ساعت میخواستم برای کادوی تولد برای همسرم میخواستم. این ساعتی که این پایین هست کارهای مناسبی برای تولد. اینو به هم بدین، اون بغلی هم لطفاً. بله بفهمید. فکر کنم این مناسب تر برای کادو تولد. بله اون کار شیک و قشنگی. مرسی. آره من خریدم رو کردم. بیام بالاتر. الو سامان کجایی؟ با من یه امشب از تو خواهش کردم زودتر بیاد. من میز رزرو کردم. نمی‌بینمت، کجایی؟ اینجا. دیدمت. وا، چطور نمی‌ذارم بیای دنبالم؟ شما تشریف بیارید. خیلی لوسی. من نمیام، تو بیا. فکرشم نه. عمرن بیام. سامان. باشه. حیف دلم نمیخواد امشب ناراحتت کنم، وگرنه میدونستم باهات چیکار کنم. پس تلفن رو قطع کن تا هفتش ماهی پیشتم. قطع نکن، قطع نکن. خواهم تا خود اینجا صدا تو داشته باشه. تو طرحی از یه رویایی، یه رویا که ازم دوره، که شب با این همه ظلمت یه بخش از بودن نوره. من اینجا گم شدم با تو، مسیر رویاهام گم نیست. مسیر رویاهام گم نیست، که رویا توهم نیست. یه جایی از همین جاده، یه جوری از تو جا موندم، گذشته ها دست 90 درجه کن، آروم، فرمان. افشین همیشه با هم بیا. بابا رئیس شما هر جا بگی من با تو میام. آقایی. ولی از این بعد برنامه ریزی میکنیم، هفته یه روز کوه، یه روز استخ، یه روز گردش، اینجوری روحیت هم درست میشه. دیگه احتیاج به هیچ قرص و دوایی هم نداری. آره بابا اشغال کن. اینو هستم. بیا عزیز. سامان، من میخوام برم یه جایی. کجا؟ همون جایی که اگه بگیره عشق و عاشقی یادت میاد. آخه وقتش یه کار یزید. خانوم شرمنده، لباستون خراب شد؟ یهو بزن بکش دیگه، چه طرز بازی کردنه؟ عذر میخوام، میتونم از این لباستون رو پرداخت کنم.
نه بابا، چه پولدار، چه بخشنده. در حال مقصر من بودم. مهم نیست، حالش حال بازیت بهتر شد. شما هم بازی میکنی؟ آره، تنیس هفته دو سه بار. اگه باز خواستی بزنی کسی رو بکشی، بیا اینجا یک کارش میکنی. خیلی خوب، فردا میریم استخ. فردا هم میریم همینجا. همینجا؟ آره. شما نمیخوای یه خورده به نظر منم احترام بذاری؟ هی دوست داشتی میای، دوست نداشتی هم تنها میام. یعنی اگه نیایم اخراجم میکنه آقای رئیس؟ مزه نریز افشی. نه جدی بهت میگم، من 20 ساله باهات رفیقم، اصلا نمیدونم فردا که دارم میام سر کار بعدش وجود داره کاری یا نه، اخراجم میکنی یا نه، از تو هیچی بعید نیست. اگرم اخراجت کنم حتما حقت. فردا میبینمت. بگین دقیقاً اینجا چه خبره؟ واقعاً شرمنده. فکر کنم دفعه سوم دیگه با اسلحه شلیک کنی نه؟ فکر کنم دو دفعه بعد بهتون خسارت بدم. خب هر چقدر شما بگین. من چیزی ندارم بگم. به پول شما هم نیازی نیست. فقط بگو چرا دنبالم راه افتادی. راستش می‌خواستم اینم یه دفعه دیگه میتونم ببینم تو. چرا مثل بچه دبیرستانیا حرف می‌زنی؟ میتونم دوباره ببینم تو شبیه کسی هستی؟ قدیمی شده اینا دیگه. میخواستم نهار دعوتت کنم. نه، به نظرم بهتر آدرس یه روان پزشک رو باید بدم، بیشتر به درده بخوره. پایست بفرمی، دفعه سوم بپذیرم نکنی. الو، سلام مامان. ممنون، بهترم. بابا خوبه؟ شما چطور؟ نه، فعلا قصد دارم ایران بمونم. نگران نباش، یه جور گیریم خودم از آب میکشم بیرون. افشینم هست. آره افشین. نه نگران نباش شما، اینجا هر روز حالم داره بهتر میشه، گاهی هم اتفاقای خوبی برام میفته، بعدم بهتون میگم. فعلا خداحافظ. خب پیشنهاد میکنم حداقل راجع به یه موضوع جدیدی سکوت کنیم ها؟ میدونی امروز حرف زدن برام خیلی سخته. خب میخوای بریم فردا بیه؟ روانشناسی خوندی؟ معلومه، ولی تو اون رشته کار نمی کنم. عکاسی و بازیگری و کارگردانی. تو چی؟ من یه شرکت فنی دارم، یعنی مال بابام بود. بود؟ فوت شده؟ نه ایران نیست. خواهر برادرت؟ نه تک فرزند. خب چرا نمیری پیششون؟
تنهایی؟ دوستی، آشنایی، رفیقی؟ فقط یه دوست دارم، افشین. اصلا یه جورایی با هم بزرگ شدیم. الان تو دفتر من کار میکنم. همین؟ خب یعنی حرفمون تموم شده بریم خونه همون؟ نه، حرف که زیاد دارم بهت بزنم. من نمیدونم از کجا شروع کنم. مثلا اینکه چرا تقریبم میکردی؟ خب راستش روز اول که دیدمت خیلی به نظرم آشنا بودی. خدای من، یه کلک جدید یاد بگیر حداقل. کلک؟ آره دیگه، به نظرم آشنا میومدی و شبیه یه کسی هستی که قبلا خیلی دوستش داشتم و 16 ساله ها از این چیزا استفاده میکنم. خب اگه به نظرت اینقدر مسخره میام میتونیم ادامه ندیم؟ آه، پس خطرناکم بلدی بشی. پس یه چیزی رو اعتراف کنم. بفرمی. اگه الان روبروت نشستم برای اینه که اون روز وقتی بستنی رو لباسم برگشتم نگات کردم، واقعا به نظرم آشنا اومدی، ولی اصلا یادم نمیاد کجا دیدمت. افشین؟ افشین؟ اینجا. به به، تو هنوز زنده ای؟ من فکر کردم به ملکوت پیوستی. نتونستم زودتر از این بیام. زودتر از این بیای؟ الان مردم نرم دارن میرن بخوابن، زودتر از این بیای؟ افشین، نیمه گم شدم و پیدا کردم. ببین الان ساعت 9 شبه و من هنوز نهار نخوردم و دارم کارهای جنابالی رو انجام میدم. اون وقت دنبال نیمه گم شدت میگشتی؟ خب خدا رو شکر که پیداش کردی. ببینم حالا این شازده خانم کی هستن؟ اسمش رویاست. طراح، عکاس، مهربون، زیبا و دوست داشتنی. ایشالا به پای هم پیرشین. واقعا دلم میخواد باهاش ازدواج کنم. فقط خیلی عجله نکن که زود به فنا نری. خیلی دختر خوبیه. خب حتما خوب بوده که دلتو رو برده دیگه. میدونی؟ یه جورای عجیبه. خیلی شبیه نازنینه. انگار نازنین زنده شده داره با هم حرف میزنه. یعنی واقعا اینقدر شبیهشه؟ بیشتر از اون که فکرشو کنی افشین. عجیبه. چیه؟ فکر میکنی خیالاتی شدم؟ نه خیالاتی نشدی، فقط من خیلی گرسنمه و تو داری پوست من اینجا میکنی. حقوق میگیری که همین کارا رو کنی دیگه. زک رفیق ما رو نگاه کن. دمت گرم بابا، دمت گرم. این چند نمونه رو شما ملاحظه بفرمایید. اینا همگی ساعت‌های خیلی خوبی هستن، همگی دارای گارانتی هستن و تنوع رنگی هم که دارن. اون سفیده رو محبت میکنی؟ بله، شما در واقع بهترین انتخاب داشتید. این ساعت یک برند خاصه و تنها برندش رو ما داریم. حدوداً 2 هفته است اومده. دارای تنوع رنگیه، 2 سال گارانتی داره، بندش سیلیکونه و تا 100 متر زیر آب هم قابل استفاده است. چه جالب. میدونید که آب دریا نمک داره و حتی نمک روی اینم تاثیر نمیذاره. همینو محبت کن. مبارکتون باشه. بهتون تبریک میگم. ای جواریان، این ساعت رو لطفاً برایشون ببندید. چشها رو باز کنی. چرا این کارو کردی؟ یه کادوی کوچولو.
آخه دقیقاً عین همین رو داشتم گمش کردم. چه چاله. دوستش داری؟ خوشحالم که دوستش داری. اینجا رو خیلی دوست دارم. چرا؟ چون اولین بار شما رو اینجا دیدم. آخه چه مهربون. سرما خوردی؟ آره دیشب تا صبح خوابم نبرد. تو بالکن نشسته بودم. کم کم دیوونه نیستی یا؟ فراوو؟ خانم مرد کمازی سامان برش کن. سامان مراقب باش. بزن بقل نگه دار. بزن بقل. معذرت میخوام. آروم باش. بلم کن سامان. مثلا نمیدم تو چرا این مدلی شدی. مثلا ما یه ادعا نداشیم تلفن منو چک کنی. من چه کار کردم که تو با این کار رو بکنی با من؟ اون روزم هرچی بهت زنیدم تلفن من جواب ندادی. یه کلمه بگو آقا به من شک داری؟ من این زندگی دوست ندارم. زندگی که تو شک باشه دوست ندارم. تو خسته شدم. حالت خوبه؟ چت شدی ها؟ منو ببخش. قرص اعصاب میخوری؟ عزیزم من دیوونه نیستم. هرچی میخواستم تو زندگی داشتم. چیزایی که شاید خیلی آرزوشو داشته باشم. چیزایی هم دیدم تو زندگی که کمتر کسی دیده. لحظه های وحشتناک، چیزایی که داغونه. حس میکردم. فکر نمیکردم من خوب منو بشناسی. بالاخره یه چیزایی از درسای دانشگاه یادم مونده. اینجا خونه پیکاسوه؟ پیکاسو طبقه بالاست. اینجا خونه ون گوگه. میدونی خونه که یه زن توش زندگی میکنه همیشه یه بوی خاصی میده. چه بوی مثلا؟ کلن یه بوی خوب. مریکه هست. فکر میکنم همین الان خوب بشم. نوشه جان. سگ داری؟ نه سگ همسایه است. بیا. اگه دوباره حواس کردی تا صبح تو هوای آزاد باشی اینو داشته باش. ممنون. خواهش میکنم. راستش یکی دو روز میخوام یه چیزی بهت بگم. خب بگو. گفتنش برام سخته. برات نوشتم. فقط خواهش میکنم وقتی رفتم بخونش. باشه. بابت همه چی ممنونم. فردا میبینمت. خدا. دوست دارم اونقدر که میخوام بقیه عمرم رو کنار من باشی. Thank you.
الو سلام افشین. الان گرفتارم، باید جایی برم، بعدم زنگ بزن. گرفتار نیمه گم شدتی هنوز ها؟ الو. ای بابا یه خودم به فکر جیبت باش دیگه، خودت هم باید یه بخش کارو دستت بگیره، عملا ما رو دست تنها گذاشتی. رویا این مقصر تو فکر میکنی مقصر کیه؟ سیمی یا فرهاد؟ تو چی کردی نورا؟ این سورپرایزت بود؟ نگاه کن بفرمایید. ببخشید رویا خانم خونه نیستن؟ شما چطوری اومدین تو؟ خانم در باز بود. شاید من دلم خواهد در خونم باز بذارم. شما هر خونه درش باز باشه همچون سرتون میتوست پایی میای تو؟ مگه اینجا خونه رویا نیست؟ شما کی هستی؟ اسم من از کجا میدونی؟ با من چی کار داری؟ خب من با شما کار ندارم، اومدم دنبال رویا. اصلا شما اینجا چی کار میکنی؟ من تو خونه خودم چی کار میکنم؟ رویا، رویا واسه ببینم، واسه ببینم کجا، کجا واسه ببینم عقب بعد جایی اومده برای دزدی. آروم باش توضیح میدم، من ساعت 9 اینجا با رویا قرار داشتم. من یادم نمیاد با کسی قرار داشتم. اینجا خونه شماست؟ تنها اینجا زندگی میکنین؟ من نمیدونم این چیزا رو برای چی باید به شما توضیح بدم. من الان زنگ زدم به پلیس. نه نه خواهش میکنم، من نه دزدم نه مزاحم، فقط اومدم دنبال رویا. رویا کجاست؟ رویا منم، اینجا هم خونه منه. یعنی غیر شما اینجا هیچ کی زندگی نمیکنه؟ من دیروز اینجا خونه رویا مهمون بودم. من فکر میکنم شما مشکل روانی داری. اگه همین الان نری بیرون زنگ میزنم به پلیس. اون ساعت مال شماست؟ قرار نباشه؟ قبلا یکی دیگه هم داشتید که گم کردید. تو این چیزا رو از کجا میدونی؟ رویا هم دقیقاً وقتی عصبانی میشد همین عکس العمل رو نشون میداد. اون عکس شما این؟ چشم بسته غیب گفتی؟ من فکر میکنم مشکل روانیت خیلی هم حاده. برو بیرون. ببین خانوم، من هیچ مشکلی ندارم، رویا همه چی راجع به من میدونه. اینم کارت دفتر منه. آهان، پس این روش جدید مخزنی. آره خانوم چرا متوجه نمیشی؟ من مطمئنم اینجا خونه رویاست. رویا تهرانی. رویا تهرانی منم، اینجا هم خونه منه. برو بیرون. وایسا اون شالم که برداشتی بذاش سر جاش. اینو رویا بهم داده. اون شال منه، بذاش سر جاش. حتما اون گریسیش هم که یه عروسک از آینش نصفه مال شماست. ببین خیلی دلم برای سوک که پلیس خبر نکردم.
بله. ببخشید خانوم. بازم تویی؟ چی میخوای؟ خواهش میکنم اجازه بدید حرفامو بزن. چی میخوای بگی؟ همین مزخرفاتی که میگفتی دیگه. ببین خانوم، من دارم دیوونه میشم. تو رو خدا کمکم کنی. یه لحظه بسی بیام پایین. چطور میتونم کمکت کنم؟ این خانم محترم، من عاشق دختری هستم به نام رویا تهرانی. این خونه خرینه که میگی مال منه. بعدش هم آقای محترم، شما مطمئن قرصی علفی چیز مصرف نمی کنی؟ خانم، من روانی نیستم. از ظاهرت کاملا مشخصه. اینم گلت. شده؟ رکب خوردی؟ نیمه گم شدتون دو در باز از آب در اومدن. خفه شو افشین. دارم دیوونه میشم. چرا؟ البته از گوشی جواب ندادنت باید میفهمیدم که چی شده. خوبی؟ آخه تو واقعا انتظار داری این چیزایی که میگی و من باور کنم؟ انتظار زیادیه؟ نمیدونم، تو بگو. من که دارم شاخ در میارم. یعنی یه دفعه میگی قیافه و هیکل طرف کلن عوض شده؟ آره. ببین خب این که تو توهم میزنی، من میدونم توهم میزنی، ولی خب اون دختره رو نمیدونم. اصلا من یادش نمیاد. انگار نه انگار از همچی کسی بوده، ولی همه چیز اون دوتا شبیه همه. اون خونه، ماشین، حتی عطر و لباساشون. همین نیمه گم شده تون رو میفرمایین؟ آره، همه چیز غیر خودش. مگر اینکه یه چیزی تو تو تغییر کرده باشه. چی؟ اینکه تو دیوونه میوونه ای، مارم دیوونه کردی، همین. واقعا بعضی وقتا حال به همزن میشی ها. ببین سامان، یه چیز بهت میگم، ناراحت نشو، ولی موضوع اصلا تو مخ من نمیره. نمیدونم، مگر اینکه یه چیزی رو نمیخوای بگی و داری از من پنهان میکنی. ببین من به چیزایی که دیدم مطمئنم. اصلا یادت میاد دو روز که داشتیم بازی میکردیم؟ ای یه ذره زودتر برمیگشتی خودت میدیدیش. اصلا هیچ وقت دختره رو یادم نمیاد. من ندیدم دختره رو تا حالا. با من اینطوری حرف نزن افشین. ببخشی چجوری حرف بزنم؟ میگم ندیدم، دروغ که بهت نمیگم. آره آقا جون دیدم. دروغ دوست داری بشنوی؟ ببینم تو قرصات تموم شده؟ هیچ ربطی به اون قرصان نداره. از کی تموم شده؟ از وقتی با رویا آشنا شدم یه قرصه میخورم، حالا بهتر بود. مشخص. افشین خواهش میکنم تو یکی دیگه حرفامو باور کن. باشه، بیا یکم دقیق تر صحبت کنیم. چطوری حالتو بهتر بود؟ حالم خوب بود دیگه، فقط کافی بود به اون فکر میکردم. یعنی تو کلن داشتی فکر میکردی؟ نه من تقریبا هر روز میدیدمش. تو توی مدت یه عکسی ازش نگرفتی که نشون بده این دختر اون دختر نیست؟ آره افشین، با گوشیم ازش گرفتم. لعنتی کوپه است، بین همین دوتا بود. اصلا امکان نداره.
ببین سامان، من میدونم تو این چند سال شرایط سختی داشتی. نگو افشین، خواهش میکنم نگو. این قضیه هیچ ربطی به اون نداره. این میمونه تو فردا صبح از خواب بلند شی بگن این خونه، موتور، لباسات، حتی زندگیت مال خودت نیست. پس چرا این اتفاقا برای ما نمیفته؟ نمیدونم. تو فردا ورو قرصاتو بخر و بخور. اگه خودت همه حرفایی که الان زدی و قبول داشتی، باشه چشم، من قبول میکنم. برو پایین جونم. گم شو پایین. ببین سامان، من با همه چیه تو ساختم، هر کار که گفتی کردم، هر جام که گفتی رفتم، بارها هم تحقیرم کردی ولی به رو خودم نیاوردم. چرا؟ تو و مامان بابات به گردن من حق دارید. من از بچگی اصلا تو خانواده شما بزرگ شدم، ولی صبر منم حدی داره. این همه برگشتم بهت گفتم بیا شرکت با هم کار کنیم، رفتی سراغ اشغال خودت. من گذاشته عملت تو شرکت تک و تنها، مثل خر جون کندم. حالا هم که ازم انتظار دارد این مزخرفات رو باور کنم. چی رو باور کنم؟ نمیتونم باور کنم. باشه، حالا هم که میگی برو گام شو، قدرم رو ندونستی آقا سامان. افشین ندونستی. افشین بیا، من ازت معذرت میخوام. یه بالا، یه بالا اگه میتونی امشب هم پیش من بمون. چه؟ باز هم قاطی کردی؟ نیست. چی نیست؟ فاکتور ساعتی که بر رویا خریده بودم همینجا بود. کجا بود؟ رو همین میز. خب، کدوم میز؟ همین میز، همین اوپن. تو ندیدیش؟ اون فاکتوری سنده، ثابت میکنه من دیوونه نیستم. خب اگه واقعا چنین فاکتوری وجود داشته باشه همین دورو براست دیگه. لعنتی. ایشب همینجا بود. خب غیب که دیگه نمیشه. بابا همینجا بود دیشب. ببینم تا حالا مطمئنی که همچین فاکتوری وجود داشته؟ اینطوری این دیوونه ها با من حرف نزن. یعنی کجاست؟ آقا من چند روز پیش از شما یه ساعت خریدم، من یادتون میاد. ما جنسی رو که فروختیم دیگه پس نمیگیریم آقای محترم. اینو پایین فاکتور فروشتون هم نوشته اگه دقت کنید. نه، برای شما سوء تفاهم پیش اومده. ما نمیخوایم چیزی رو پس بدیم. فقط میخواستم بدونم من یادتون میاد. شما رو؟ آره آره. شما با یه زن یه بچه اومده بودید، درسته؟ آخه زن و بچه‌م کجا بود؟ من چند روز پیش اومدم ازتون یه ساعت خریدم، چطور من یادتون نمیاد؟ خب برگه فروشتون که آقا. نه نه، ایشون مطمئنه که ساعت رو اینجا خریده، منتها نمیدونه برگه فروشش رو اینجا جا گذاشته جای دیگه یه. مگه میشه عزیز من؟ ما همون لحظه که جنس تحویل مشتری میدیم فاکتور فروش هم تقدیم میکنیم.
چرا نمیشه؟ من چند روز پیش اومدم اینجا، شما یه ساعت به من فروختید، بند سفید صفحه قرمز از همینجا به من دادی عزیزم. آقای محترم صدا تو بیار پای مشتری وایساده، دستتم نگیرم پشت دیگه. بفرمایید آقا، بفرمایید. میخوای بریم قرصات از داروخونه بگیریم؟ یه بار دیگه از این حرفا بزنی قید تو یک کم میزنم. خیلی زیباست. خیلی انرژی گرفتم. واقعا قشنگ شده؟ دقیقا مثل خودت. آخه این کجا شبیه من دیوونه؟ من دیوونه نیستم. من دیوونه نیستم. تو طرحی از یه رویایی، یه رویا که ازم دوره. به به، چه عجب، بالاخره شما ما رو تحویل گرفتین. خوبی؟ نه، مثل اینکه خوب نیست. قبل از هر چیزی بیاین چک رو امضا کن. حقوق بچه هاست به شدت هم عصبانی. راستی از نیمه گم شده تون چه خبر؟ سر به سرم نظر افشین. چشم. در ضمن یه خانومی تو دفترت منتظرت نشسته. فکر کنم باید کار داره. انتظار دیدنمو نداشتی؟ اومده بودی خونه، فکر کنم دزدی. اومدم اینجا مطمئن شم حداقل این یکی رو راست گفته باشه. دیگه نمیدونم انتظار چی رو باید داشته باشم. تو اون همه چیز راجع به من از کجا میدونستی؟ همش رویا بهم گفته بود.
رویا بهت گفت یا توی رویا دیدی؟ باشه هرچی تو میگی، ولی من تو خونه تو اومدم، تو ماشینت نشستم، با هم غذا خوردیم، حرف زدیم. بازم اون حرفای تکراری. ببینین وسط یا تو باید توهم زده باشی یا من. من که داشتم زندگیمو میکردم، تا حالا دوستی هم اسم رویا نداشتم. بعد یهو سرکله تو پیدا میشه میگه یه کپی دیگه از من وجود داره. تو خودتو بذار جای من، تو بودی باور میکردی؟ من دیگه نمیدونم چی رو باید باور کنم. همش میترسم فردا بلنشم ببینم همینم توهم بوده. هر چی میگی بیشتر ذهنمو درگیر میکنی. باشه من معذرت میخوام. خیلی خوب، معذرت خواهی تو قبول میکنم. میتونیم بیشتر راجبش صحبت کنیم، ولی ببین اینجا جای مناسبی نیست. چرا اینجا؟ چه فرقی میکنه؟ من همیشه میام اینجا. این میزم همیشه رزرو منه. رویا هم همیشه همین میز رو انتخاب میکرد. دقیقا همین میز، همین جایی که تو نشستی، با همین حالتی که نشستی، همینطوری که دستتو روی میز گذاشتی. میشه ازت خواهش کنم هی منو با یه زن خیالی که میگی مقایسه نکنی؟ واقعا دیگه داری میری رو اعصابم. درست شده این فیلم ها، این فیلم هایی که توش یه دروازه داره ازش رد میشی میری توی زمان دیگه. دوست دارم یه دروازه ای باز بشه و برگردم عقب تا دوباره رویا رو ببینم. رویا رو ببینم، ازش بپرسم تو کی بودی؟ حس میکنم دارم غرق میشم. انقدر به خودت سخت نگیر. اول باری که دیدمت فکر کردم دزدی و فکر کردم شاید هم یه روش جدید آشنایی باشه، ولی الان داره یه چیزایی برام روشن میشه. چه چیزایی؟ آخه من روانشناسی خوندم، ولی الان بیشتر کار طراحی و عکاسی و گیریم و کارگردانی و اینجور چیزا میکنم. به نظرم تو گذشته تلخی داشتی، اتفاقای خیلی وحشتناکی برات افتاده. باید به ذهنت اجازه بدی خودشو بازسازی کنه. چیزایی که ناراحتت میکنه از ذهنت بریز بیرون. شاید من بتونم کمکت کنم. چی شده؟ رویاست. رویا؟ آره اونجاست، داره ما رو نگاه میکنه. من که کسی رو نمیبینم. نکنه خیالاتی شدی؟ بهتری؟ دوست قابل اعتمادی داری بهش خبر بدم بیا دنبالت؟ میخوای من برسونمت؟ نه، میتونم رانندگی کنم.
فقط میخواستم یه لطفی کنی اون شالگردن رو بهم برگردون. اگه اون شالگردن اینقدر برات مهمه باشه. کاش همه دوست داشتن اینقدر واقعی بود. دوست داشتن چیز عجیبیه، زمانی که اصلا انتظارشو نداری سراغت میاد. میدونم انقدر عجیبه که حاضری به خاطرش از خودت هم بگذری. میتونم یه سوالی ازت بپرسم؟ رویایی که تو ذهنته از من خیلی زیباتره؟ به نظر من همه آدم ها زیبا هن. بعضی وقتا یه سری چیزا رو بدون این که ببینی حس میکنی. خدافظ. خدافظ. راستی از خودت مراقبت کن، داروهات هم به موقع بخور، با خودت هم لجبازی نکن. سامان یه چیزی رو میخوام برات تعریف کنم. میدونم شاید خیلی برات اهمیت نداشته باشه، ولی خب برای من خیلی مهمه. میدونی یه کسی الان چند وقت اومده تو زندگی من که یه جوری اصلا مسیر زندگی من عوض کرده، و من شاید الان اون حسی که اون روز داشتی رو بتونم کاملا درک کنم. دوستش داری؟ آره خیلی. اسمش چیه؟ ریحانه. حالا منو میفهمی؟ آره حالا تو رو میفهمم. بابا ولکم. بابا کدوم حال؟ عشق و عاشقی و ولکم بچسب به پول به خدا. عزیزم ول کن این حرفا رو، اصلا به قیافه من میخوره عاشق شدن. ول کن زندگی تو بکن. اونم بزن حال کن. بزن. بگو حرف بزن، بودن یا نبودن مسئله نیست، درسته؟ حرف بزن. الان میرم از اون آقا میفرسم. میفرسم تو که برای جواب نمیدی. آقا ببین من یه سوال از این ساعت نازم کردم، جوابو نمیدی. ببین شما صداش خفه است، شاید بفهمی. چی گفت؟ چی میگی؟ یه بار دیگه میگو کن. ببینی صداش خفه شده؟ چی گفت؟ شما متوجه نمیشی؟ سرکه ببینم. خودش جو بله بله سا قرمونه برم ساعت عزیزم. خیلی ممنون که با من حل کردیم. Thank you.
میدانم این کنکاش به کجا میرسد. آی بانو را در سپاه دیدند، مباد که مرا زیر پای خیش به پستی یک موش بنگرد. توی خان به تو التماس میکنم، دخیل تو هم، هر کاری با من میکنی بکن، غیر از این که نشان کسی که قلبم را زیر پای خیش دارد اشکنی. بگذار نام من نزد همه جهان تباه شود، چه غم اگر پیش او خار نشوم. دنیا دور سرم میگردد، هر زجش ناوکیست زهرالود که قلب مرا پاره میکند، نیشتری است که خون قلب مرا مینوشد. طاقت تو ای دل تا کی که بمانی و هر آنچه را که آرزو میکردی پامال خود کنی؟ من در این زره چه میکنم؟ قلبم گره شده در این همه گره. از من دور باد آهن و پولاد، از آن طرف تنها تو نیستی، آن طرف کلاتی استاده. بدون عشق می توانم زندگی کنم، بدون غرور نه. آی بانو تو باید سخت دل شوی، آی بانو تو باید سخت دل شوی، تو باید سخت دل شوی، وگرنه از دست می روی. آری آری توغای، تو را می کشم. تو اینجا چی کار میکنی؟ تو بازی میکردی؟ آره، بهت گفته بودم که کار هنری میکنم. خب اینم یکی از هنرام دیگه. یعنی خودت بودی؟ پس انتظار داری کی باشه؟ آیا خوب بازی کردم؟ میخواستم دعوتت کنم، گفتم بذاری چند روز بگذره همچین تو نقشم خوب جا بیفتم بعد دعوتت کنم. چی شده؟ باز حالت بد شد؟ فکر کردم رویا بود. مواظب خودت باش. ممنونم، شما هم همینطور. فعلا یه جوری پیچوندمش بره. بهت گفته بودم از خیره نقش بگذر، بهت گفته بودم ممکنه یه جوری گاف بدی گندش در بیاد. من یه ساله دارم براش تمرین میکنم. به جهنم، برای نقش چقدر بهت پول میدن؟ ولی اون خونه لعنتی که من به نامت میزنم همین الان 500 میلیون میارزه. دیگه داره حالم از این بازی ها به هم میخوره. باید همون اول به هم میخورد، نه حالا که همه چی داره درست میشه. ولی خوب درستت کردم ها، مادرت هم میدید نمیشناختت. نمیدونم این دیوونه از کجا رد تو رو بو میکشه. من تا حالا به خاطر تو این کارو کردم. عزیزم تو قرار شد به من کمک کنی تا انتقامم از سامان بگیرم. من تو مثل همیم، از جنس همیم. کم بلا سرمون نیومده، کم حقمون رو نخوردن. حالا که داره همه چی درست میشه تو خرابش نکن. از اول نقشت این نبود. تو داری یه کاری میکنی که اون خودکشی کنه. تو میخوای با اون قرصای کثافت بفرستیش تو جاده که اون خودشو به کشتن بده. تا کی میخوای نگاه کنی دیگران زندگی کنن تو فقط حسرت آرزوهاتو بخوری؟ اون آدمی که سنگشو به سینه میزنی انقدر پول داره که میتونه 100 تا مثل تو رو بخره و آزاد کنه. تو نبودی میگفتی اینقدر نامردی دیدی که دلت از آن سفت‌تر شده؟ تا حالا هرچی که گفتم پس میگیرم، خوبه؟ من دیگه نیستم. مرکز
فکر کنم همین الان خوب بشم. سگ داری؟ نه، سگ همسایه است. بیا اگه دوباره حواس کردی تو هوای آزاد باشی تا صبح اینو داشته باش. ممنون. خواهش میکنم. راستش یکی دو روز یه چیزی میخوام بهت بگم. خب بگو. گفتنش برام سخته، برات نوشتم. فقط خواهش میکنم وقتی رفتم بخونش. باشه. قراره عشق عاشقی و لفتر کندن نداشتیم. ببین چی نوشته. دوست دارم اونقدر که میخوام بقیه عمرم رو کنار من باشی. حالا دیگه داره از این بازی به هم میخوره. اشکال نداره، یکم دیگه تعامل کن، داره همه چی تموم میشه. چی تموم میشه؟ اگه بلای سر خودش بیاره چی؟ نه ترس، هیچ چیش نمیشه. تو کارتو خوب انجام دادی، از این بعد من ادامه میدم. باشه باشه، فردا میبینم. سامان سامان، فردا دیر نکنی. خدا. خیلی داری زیاده روی میکنی ها. حواسم هست بابا. ای من عشق عاشقی. خلاصه قرارمون یادت نره. راستی اون عکس رو که ازت گرفته فردا دیدی حتما پاکش کن. نباید هیچ مدرکی از ما دستش باشه. باشه. چرا من؟ چون تو بهترین دوستمی، چون بازیگری تو خونته، چون تو فقط میتونی کمکم کنی. شاید ساده تر بشه پیدا کرد. من خیلی فکر کردم این بهترین بشه. اون بیچاره چی؟ تو نگران اون نباش، یه مدت که بگذره به خودش میاد. ببینمت. نداری. از شادی ها رنج میتنی، پیراهن صبر پاره پاره میکنی، شادی را قطره قطره میبخشی، به دریا رنج را پیمانه میکنی، در چهره مرگ باز جلوه میکنی، خود به درون قلب کسی خانه کرده ای، او را از خانه آواره میکنی. آی عشق، با مردمان چه میکنی؟ از خونشان بساط افسانی. بس اگر باشد تو حالت خوبه؟ آره. بعد چرا اینقدر سرد بازی میکنی؟ بابا اون میزانسنر اشتباه رفتی. یه جو بازی نکن که تماشاگر احساس خفگی میکنه. نقشه پر از احساس عشقه، نه پر از بی‌تفاوتی. حسین جان
حالا این وکالتنامه رو امضا کردی، ولی من دارم میگم تو باید بالا سر کار باشی. من یه تنه نمیتونم، شرکت اوضاع خوبی نداره، ورشکسته است کاملا. افشین من اصلا خوب نیست، نمیدونم خودم کی هستم. من میدونم حالت خوب نیست، دکترت هم باید میگفته، گفته که دو سه روز از این محیط ببرمت بیرون و خارج شهر رو. تو نمیخواد بیاری. من که میدونم چه مرگته، همه این مسخره بازی به خاطر اینه که گلو پیشون بچه پولدار عوضی فاسد گیر کرده. ببین کاری که از اول قرار گذاشتیم تا آخر درست انجام بده. این مسخره بازی رو کی بهت گفته؟ چرا داری مزخرف میگی؟ تو حق نداری بری پیش سامانا. رویا، رویا، الو. سامان تقریبا همه چیز رو باور کرده. اون وکالتنامه اصلی رو ازش گرفتم. امشب هم میره شمال. یه هفته دیگه صبر کنیم، 12 میلیارد تومان تو جیبمه. این رویای احمق قاطی کرده. خب مگه نگفتی مثل موم تو دستم؟ آره، ولی عاشق شده. دیگه داریم برنامه هنو به هم میریزینا. چیه؟ برات عجیبه؟ نه عجیب نیست، ولی موضوع سر 12 میلیارد تومانه. دیگه دست من نیست. حالمو داری به هم میزنی. برو برگرد بهش بگو که اگه 100 سال دیگه هم بازی کنه و خاک تئاتر رو بخوره، 1 صدم این پول دستش نمیاد. میفهمی؟ آره میفهمم، ولی اون همه چی فهمیده. فهمیدی بهش دروغ گفتی. چیز سختی هم نبود، عجیبم نبود. تو فکر نمی‌کردی. فهمیده، تازه هم گفته. گفته اگه سامان بفهمه که 12 میلیاردشو بالا کشیدین ساکت نمیشینه. به اون چه ربطی داره؟ فهمیده قرصاشو عوض کردی. ببین افشین، من تا اینجا هر کاری کردم به خاطر تو کردم. من به خودم دروغ گفتم، به دوستان دروغ گفتم، به همه دروغ گفتم به خاطر تو. حالا چی؟ دیگه مزخرف بسه. سامان الان تقریبا همه چیزو باور کرده. کسی نقشه منو خراب نمیکنه. میفهمی؟ فکر عشق عاشقی نکرده بودی. آره بابا تو چرت و پرتا چیه به هم میگفت؟ چرت و پرت. اینا به نظر تو چرت و پرته؟ عشق عاشقی به نظر تو چرت و پرته؟ بابا شما چرا جفتتون کور شدین؟ نمیفهمین چه بلایی سر خودتون داری میارین؟ بلا، همین بلا سر من اومده. تنها کسی که این وسط ضرر کرده منم. من که به خاطر تو از همه چیم گذشتم، کثافتی که درست کردی افتادم. ریحانه تو رو خود بس کن. باشه بس میکنم. تو فکر همه دنیا بازیچه تو هم. باشه. این نقشه که من کشیدم مولا درزش نمیره، پس کسی خرابش نمیکنه. خیلی خوب، تو باش تنها، خودت. خدافظ. لگد به بخت خودت نزن. من اون روزی لگد به بختم زدم که حرفای تو رو باور کردم، که بازیچه تو شدم، بازیگر تو شدم، عاشق تو شدم. خدافظ.
واقعی هستی؟ سامان نباید این قرص ها رو بخوری. خیلی چیزا هست که باید بهت بگم. بله خانم چی میل دارن؟ ام به شاتوت. ام به شاتوت. بله. دست شما درد نکنه. مرسی. منم به شما سفارش دادم که تفاهم رو ثابت کنم. خب من با شما کار نرم. من آمدم دنبال رویا. اصلا شما اینجا چیکار میکنید؟ من تو خونه خودم چیکار میکنم؟ رویا. فایس میدم کجا میری؟ فایس میدم. رویا. مراقب. بچه رو انتخاب کردی برای دزدیدن. آروم باشین توضیح میدم. من ساعت 9 اینجا با رویا قرار داشتم. من یادم نمیاد با کسی قرار گذاشته باشم. اینجا خونه شماست؟ تنها زندگی میکنین؟ من نمیدونم این چیزا رو برای چی باید به شما توضیح بدم. من زنگ زدم به پلیس. نه نه خواهش میکنم، من نه دزدم نه مزاحم، فقط میخوام بدونم رویا کجاست. رویا منم، اینجا هم خونه منه. یعنی غیر شما اینجا هیچ کی زندگی نمیکنه؟ من دیروز مهمون رویا بودم اینجا. من فکر میکنم شما مشکل روانی داری. اگه همین الانم نری بیرون زنگ میزنم به پلیس. برو بیرون. اون ساعت مال شماست؟ قرار نباشه؟ یکی هم داشتین که گم کردین. تو این چیزا رو از کجا میدونی؟ رویا هم وقتی عصبانی میشد همین عکس العملو داشت. اون عکس شما این؟ چشم بسته غیب گفتی. فکر می‌کنم مشکل تو خیلی حاده. برو بیرون. ببین خانم من مشکل ندارم. رویا همه چی درباره من میدونه. اینم کارت دفترمه. خانم چرا متوجه نمیشین؟ من مطمئنم این خونه خونه رویاست. رویا تهرانی. رویا تهرانی منم، اینجا هم خونه منه. اینا برای بار آخر دارم بهت میگم، برو بیرون. باور کن هرچی که بهت گفتم حقیقت داشت. دیگه نباید اون قرص ها رو بخوری. یه مدتی طول میکشه که تأثیر اون قرص ها از بین بره تو بدنت. بذارشون کنار خوب؟ سامان دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت. سامان داری اشتباه میکنی. من و تو 20 ساله با هم دوستیم، دارن گولت میزنن. چی افشین؟ باورت نمیشه همه چی تموم شده؟ برو.
کجا برم؟ هر جا دلت میخواد، فقط برو. بابا اگه من خواستم سر تو کلا بذارم که تو این 20 سال کلا میذاشتم، من جلو خودت تو وکالتنامه رو پاره کردم. چی میگی سامان؟ کجا برم؟ بابا من تو غیر از هم کسی رو نداریم. من و تو با هم بزرگ شدیم. اگه من از زندگی تو برم بیرون، کسی نیست دیگه تو زندگی تو. برو، کثیف‌تر از اینش نکن، برو. پست‌ترین آدمی هست که تو زندگیم دیدم. بدبخت، تنها، ضعیف. برام اصلا مهم نیست. راستی با اون دختره ریحانه خانومتونم بگو بعضی نقشا رو هیچ وقت نمیشه بازی کرد. تو طرحی از یه رویایی، یه رویا که ازم دوره، که شب با این همه ظلمت یه بخش از بودن نوره. من اینجا گم شدم با تو، مسیر رویاهام گم I see.